یا ورنه همیشه گیه کانال 13 سلام علیکم خیلی مخلصیم خیلی ارادت داریم امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل میشه آرزوی بهترین رو دارم براتون تو این ویدیو قرار درباره قسمت دوم سریال قهوه پدری یا همون پدر قهوه صحبت کنم علاوه بر اون میخوام درباره کلیت این سریال و ویدیو خودمون که درباره قسمت اول زدم هم صحبت کنم دیدم که تو کامنت ها حواشی زیاد داشت و وظیفه خودم میدونم که درباره این مساله حرف بزنم آقا تو کامنت های ویدیو اولمون که درباره قهوه پدری زدم دیدم چند نفری گفتن که کانال 13 از عوامل قهوه پدری پول گرفته یا رفیق و این حرفا که داره اینجوری تعریف میکنه ولی با مزه ترین و با حال کامنت اون دوستی بود که گفت کاش اسم تو رو هم میذاشتن تو تیتراج پایانی خلاصه دیدم که بعضیا فکر کردن که ارتباطی بین من و قهوه پدری هست حالا یا رفاقتی یا مالی که تو قسمت قبل من تعریف کردم به خاطر که بقیه چنل های یوتیوبی هم منتقد قهوه پدری بودن و من یه دونه تعریف کردم اول اینو بگم که اگه قرار بشه من برم ببینم بقیه کانال چی میگن یا حتی برم کامنت های زیر پست پلتفرم رو بخونم تا ببینم مردم چی میگن اون که نشد کار یعنی من میخوام ببینم مردم چی دوست دارم بشنون همونو بیام بگم من اینجا هستم تا نظر شخص خودم رو درباره یه برنامه بگم صرفا نظر شخصی میگم اگه قرار بشه که با میل کسی صحبت کنم یا بترسم از اینکه نظرم رو بگم که کار کانال به اینجا نمیرسید تو برنامه های مافیایی هم ثابت کردم که طرف هیچ کسی نیستم حتی میتونم به جرات بگم تنها کانالی هم که از فن و فن پیج و افراد پرطرفدار نترسیدم اتفاقا تارگت اصلی من اونا بودن خب حالا نام نمیبرم خودتون میدونید خلاص خودچینی و این داستانا تا حالا نداشتیم دوم که رفیقایی که فکر میکنن اینجا پولی گرفته شده که من تو قسمت اول تعریف کردم بگم اگه به روند کانال دقت کنن میبینن من از کی پول بگیرم از مدیری باید شارژ بشم که برنامه اسکار رو رسما کوبیدم که برنامه خود مدیری بود یا قسمت اول گلیاپوش نظرم این بود که این برنامه خوبی نیست و نمیگیره و ویدیو زدم گلیاپوش رو با خاک یکسان کردم البته گلیاپوش بعد از قسمت دو نظرم عوض شد اما دارم میگم اگه قرار بود به واسطه مدیری شارج بشم که اونجوری اسکارش رو نمیکوبیدم اسکاری که واسه خودش بود اگرم قرار از طریق گنده ترش یعنی پلتفرم شارج بشم که پدرخوانده رو اینجوری رسوا نمیکردم که میدونید اونم از فیلم نت پخش میشد سومین مسئله اینه که اگه یکم واقع بینانه نگاه کنیم میبینیم که من نصف ویدیو اول منتقد قفه پدری بودم یعنی کاملا 50 درصد از ویدیو در مدیری و لابی بازی با پسرش و حتی اون موزیک ویدیو آخر که مدیری قرار بود ورود کنه که خیلی زیاد بود صحبت کردم و گفته بودم که سی درصد آخر قسمت که اصلا بار کمدی نداشت پس منصفانه نگاه کنیم می بینیم که من نقدم و داشتم اما بابت فیلم نام و که بود چرا تعریف کردم که میشه دلیل چهارم که الان براتون توضیح میدم خلاص آخری مورد اینه که من امین که میام نظرمو میگم کاملا نظر شخصی من. ممکنه طبق من جنس این کمدی خوب باشه منو بخندونه چند بار گفتم من با فیلم هتل که نویسندش همین آقای برادرانه حال نکردم مثلا فیلم سال گربه ای که برام افشاری بازی کرده را حتی نتونستم تا وسطش ببینم یا یه بار با یه دوستی داشتیم در باید سریال اوکازیون صحبت میکردیم که تا اومدم بگم چقدر این سریال افتضاحه دیدم میگه ها چقدر سریال اوکازیون باحاله دیگه من سکوت کردم چیزی نگفتم خلاصه دارم میگم که سریقه است و سریقه هر کسی کنه مثلا تو کامنت های کانال خودم دیدم که طرف گفته هتل خیلی هم باحاله. اما من اصلا با هتل نخندیدم پس در نهایت آخرین چیزی که میتونم بگم اینه که من و همکارامون قطعا تو تحلیلمون نظر شخصیمونم میگیم نظر شخصیمون دخیله یعنی حالا کانال های دیگه یا حالا تو پیجای مختلف اینستاگرام هر کسی که داره میگه نظر شخصی خودش هم هست حالا یه نکته پشت پرده هم میگم که میدونم اصولا از اینجور چیزا خوشتون میاد این اگر یه فیلمی سریالی بخواد بیاد یه هزینه ای کنه برای تبریغات توی اینستاگرام توی یوتیوب یا هر جایی به یه پیج نمیده به یه کانال نمیده به چند تا میده نمونش سریال دفتریات داشت که قسمت اولش رو اگر ببینید خیلی از کانالهایی که نقد کردن یعنی تعریف کردن از سریال دفتریات داشت از همون قسمت یک اسپانسر برنامهشون فقط هم برای قسمت اول اوکالاه و اوکالا برای فیلم نت سریال دفتر یاد هم برای فیلم نسه البته خب ما که نبودیم جز این گروه ولی اصلا کار بدی هم نبوده بالاخره کار کار با ارزشی بوده تبلیغات هم نیاز داشته میخوام اینو بگم که معمولا اگر بخوان این کارم انجام بدم با یه کانال انجام نمیدن که بگم فلانی بیا تو پول بگیر از ما تعریف کن حالا ده تا کانال دیگه بعد میگن تو یه دونه تعریف کن اینجوری نیست اصولا یه موجی بخوان را بندازن به چند تا کانال میگه خلاصه بعد از کامنت اون قسمت من یه نظرسنجی درباره قسمت اول گذاشتم دیدم اون قدم که یه سریا میگن ضعیف نیست واقعا به نسبت قسمت اول یه چیز سومایه متوسط یعنی نتیجه نظرسنجی اینو نشون میده برای این قسمت که نظرسنجی گذاشتم سرتر گمتر شد یعنی ملت همه جوره رای دادن یعنی اومدن عالی زدن خوب زدن انگار چهار تا رو تقریبا همه جوره زدن ولی بیشتر متوسط رو به ضعیف بوده پس میتونیم حالا کلیت بخوایم بگیم قسمت دوم متوسط رو به ضعیف اما میگم باز رایا خیلی خرد شده یعنی دیدگاه و سلیقه ها مختلفه از عالی بگیر تا ضعیف یعنی اکثریتی به اون صورت روی یکی از گزینا نبودن و رایا پخش شده و رای اکثریتی نداشتیم خلاصه که توضیحاتی که دادم هم مرتبط با کانال خودمون بود هم مرتبط با این سریال اما حالا یکم فوکوس میکنیم روی این قسمت درباره قسمت دوم این سریال صحبت کنیم بچه ها من این قسمت رو ناشتا و قهوه نخورده دیدم که تو بی اعصاب ترین حالات ممکن دیده باشم دیدم شاید حالا قسمت قبل حالم خوب بوده که خندیدم حالا نمیدونم البته واسه ناشتا بودن است یا نه واقعا این قسمت برخلاف قسمت قبل به جای اینکه بهتر بشه ضعیف‌ترم شد به نظر من قسمت اول به اندازه قسمت ابتدای خوب بود اما این قسمت که باید بیشتر جا می افتاد و حامد آهنگی بود و خود مهران مدیری بیشتر حضور داشت اون چیزی که من به شخص انتظار داشتم نبود کلا نقدی که به این سریال شده اینه که آدما و دنیای آدما ملموس نیست باورپذیر نیست یعنی خیلی غیر واقعی ها. مثلا دیدم تو کامنت ها گفتن که جال سامتی از خیلی زیادیه یا خیلی چیزهای دیگه که خیلی میخوام بگن که اغراق شده دقیقا من همینجاست که برعکس فکر میکنم ببینید از فضای کار از رنگ روی کار دکور صحنه و مدل را مشخصه که قرار نیست یه کار واقعی ببینیم یعنی فانتزی بودن و سورال بودن کار تعمدی بوده اصلا اقراح یه بخشی از کمدیه مثلا تو دنیای واقعی چجوری ناهید خانم همون زن همسایه دیگه اینقدر تو همه چی دخیله اینقدر فوزوله یعنی فوزول ترین آدم و دیگه آدم بهش رو نمیده دیگه ولی خب اینجا همین فوزولیش باعث با شده و حالا مثلا شاید اقراقی که توی فوزولیش هست تو دنیا واقعی ما نداریم یه همچین موردی هستانی همچین فضولی ها اما دیگه این اقراق و بزرگ نمایی به خاطر کمدی کار خلاصه قبول دارم همه چی اگزجر است احمق بودن جهان یا عصبانیت زیادی از حد مادر خانواده فضولی های زن همسایه حسادت زن رئیس ای اینا همه چی خیلی زیادیه اما دلش همین سورئال بودن فضای کار و کمدی بودن کاره خلاصه من خورده ای به این مسئله نمیگیرم که فضا و آدما خیلی واقعی نیستن خیلی ملموس نیستن خلاصه کمدیه اما اراده قسمت یکو که تو خود قسمت یک گفته بودم ولی میخوام الان درباره قسمت دو نقدمو رو بگم من خلاف تصور دو تا از مهرای اصلی این سریال یعنی خود مهران مدیری و حامد تو این قسمت اصلا اونجور که باید نبودن یعنی تو همین قسمت دوم هر جا که مهران مدیری بود بار کمدی به جای که بیشتر باشه برعکس کمترم بود بیشترین خنده رو یا جاله سامتی و خانواده احمقش ساختن یا زن همسایه اما زمانی که مدیری بود اتفاق جالبی نمیافتاد دومین نفر حامد آنگی بود که اصلا حضورش تو این قسمت موفق نبود سکانس اولش که خیلی یلخی بود یعنی بالاخره حامد آهنگی با طرفدارایی که داره یه جورایی سورپرایز این کار بوده حتی توی ویدیو شاتها و خبری که آقا کدوم بازیگرا تو این سریال هستن به ترتیب که هر روز یه نفر رو تبریکش رو میکردن آخرین نفر آمدهانگیو رو گفتن پس بالاخره آمه دانگی جورایی سرپرایز این کار بوده اما خیلی همینجوری اومد تو سریال خیلی با تنز سطح پایینی وارد سریال شد در صورت که مدیری برای خودش یه موزیک ویدیو درست کرد برای ورودش به سریال اما آهنگی رو به بدترین نه ورودش رو دیدیم حالا این به کنار بخشی که آهنگی بود اصلا با مزه نبود این یعنی توقعی که بیننده از حامد آهنگی داره ندید بازی بازیا اصلا کلیت سکانس های حامد آهنگی قوی نبود قوی که میگم منظورم اصلا در حد انتظار نبود البته اینم بگم حامد آهنگی تو هر فیلمی که بازی کرده مثل چم میگیری گریه کنی یا مثلا سریال نیوکم نتونسته توقع مخاطب رو برآورده کنه حالا دلیلش اینه که یا اون نویسنده و کارگردان درست از پتانسیل های حامد استفاده نمیکنن یا خود حامد تو قالب بازیگری اونجور که باید نیست نمیدونم من حقیقتا نمیدونم اینو هنوز خود من متوجه نشدم حامد تو قالب جور که باید قوی نیست یا از پتانسیلش خوب استفاده نمیکنن ما تو اجرای تئاتر استنداپ کمدی اجرای تاک شو یا شرکت توی رئالیتی شو ها توامندی های فل آهنگی رو دیدیم اما تو فیلم و سریال اصلا به پای اجرای فل نمیرسه گفتم نمیدونم یا به درستی ازش استفاده نمیشه یا باید ولش کنم بدایه باشه تا با مزه باشه خلاصه که این قسمت برخلاف تصور خودم با حضور مهران مدیری و حامد آهنگی از قسمت قبل بهتر نبود و حتی کم ترم بود اما من پیش بینی این اینه میتونه برنامه ای باشه که پرمخاطب و جذاب بشه در صورت که از توانمندی های خود مدیری و هام هم به درستی استفاده بشه هنوزم میگم قسمت یک به نسبت بقیه کارهای مدیری خوب بود حتی از خیلی از کارهای دیگه هم بهتر بود چون اصولا کارهای مدیری قسمت یکش خیلی از لحاظ کمدی چیز عجیبی نیست یکم طول میکشه تا جا بیفته اما متاسفانه قسمت دو جا که نیفتاد هیچی در هم زد یا یکم عقب نشینی هم داشت ولی امیدوارم مدیری مثل خیلی از کارهای بتونه ادامه داشته باشه البته که مهران مدیری اصلا اون مدیری زمان قهوه تلخ و براره نیست. هنوزم میشه بارها تکرار سکانس های قهوه تل خودید اما کارهای چند سال اخیرش مثل هیولا دراکولا هم از لحاظ وسعت کار هم از لحاظ کیفی کلا اصلا مشخصی که مدیری دیگه اون حال سابق نداره اینم بگم اون یکی از دلایل موفقیت کارهای قدیمش جدا از انرژی که برای کاراش میذاشت دیگه نمیذاره نویسنده هاشم بوده مرحوم خشایار الوند درجه یک که روح شاد انصافا کارهای درخشانی داشت از پایتخت بگیر تا کارهای مدیری برادران قاسم خانی و امیر مهدی ژولم کسایی بودن که مدیری وقتی با این تیمای نویسندگی کار میکرد کاراش تاریخ انقضا نداشت یعنی هنوز تنزای قدیم و مدیری رو میشه دید با لذت دید اما الان نمیدونم چرا همکاریاش یا کمرنگ شده یا قطع شده با این دوستان خلاصی که بخوام بردی کنم قسمت دوم سریال رو به که نبود اتفاقا افتم داشت ممنون میشم که شما هم نظرتون رو توی کامنت ها بگین هم درباره کلیت سریال هم درباره این قسمت که خیلی مشتاقم نظر شما رو هم درباره این قسمت دوباره بدونم لایک و سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید دوستان خارج نشین تایس رو فراموش نکنن و مثل همیشه مراقب زیباییتون باشید و خدا نگهدار